ببینید اینا دو کاتگوری هستند، یکی کسایی که در قرآن ذکر شده و یکی کسایی که در احادیث آمده. اولا در قرآن الله تبارک و تعالی 8 گروه را بیان کرده، گفته برای اینها دادن زکات درست است. الله تبارک و تعالی در سوره توبه میفرماید اول انما الصدقات للفقراء، همانا زکات شما برای فقرا است. دو والمساکین، برای مساکین است. فرقی بین فقیر و مسکین قدر زیاد نیست، چیزی بسیار اندک است. سوم الله سبحانه و تعالی میفرماید والعاملین علیها، کسایی که زکات را جمع آوری میکنند. در صدر اسلام در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم به صحابه، این تا یک زمان در حکومت های اسلامی دولت زکات را جمع میکرد کلن، یعنی عاملین زکات کسایی بودند که زکات را جمع آوری میکردند. اسلام میگه برای نمی کسایی که زحمت کشیدن زکات را جمع کردند، برای اینا هم به اصطلاح زکات جواز داره دادن زکات. و چهارم والمؤلفه قلوب، مؤلفه قلوب برای کسایی که شما به اونا زکات میدید تا دل اونها به اسلام بگره، یک مهر و محبت ایجاد بشه، یک عاطفه ایجاد بشه، به اصطلاح بینش اونها یا طرز دید اونها نسبت به اسلام تغییر میکند. فقرای غیر مسلمان با وجودی که مسلمان نیست، شما زکات مالتان اونها میدید، اونها این زکات سبب میشه تا او به اصطلاح به اسلام گرایش پیدا بکنه. و پنجمش به فرقاب، کسایی که برده و کنیز بودن یا مثلا کسی که خود را میخواه آزاد بسازه. امروز شاید کسی بگه خب اینها وجود نداره، ولی شاید زندانی هایی باشه که هم محتاج باشن، ضرورت مالی داشته باشن، هم به اصطلاح به خاطر رهایی اونها از زندان به اصطلاح حکومت یا دولت مقدار مال تعیین کرده باشه. و ششم والغارمین، کسایی که قرضدار هستن. درست است شاید اول تاجر بوده ولی ورشکست شده، یک دفعه خسارت پیش آمده برایش، مشکلات مالی پیش آمده، امروز محتاج و پریشان شده، قرضدار است. شما میتونید برای کسی که قرضدار است به اصطلاح زکات بدهید تا که به اصطلاح قرضش ادا بشه. و این افراد در جامعه هستن، کسایی که بسیار افراد بسیار زیاد شاید باشن، انسانای بسیار خوبی بودن که تجارت کردن، کار کردن، دست خیر داشتن، ولی یک دفعه شکست خوردن و شکست شدن در تجارتشان. شما باور به خدا بکنید که از این افراد هست، آدم میبینه کثیر که ما خود ما حتی در عرصه قرض و همکاری برای خلاصی قرض و آدم بو همکاری هم کردیم. و هفتم و فی سبیل الله، در راه خداوند، مثلا مراکز دعوتی هست، مراکز قرآنی هست، مدارس دینی هست، جوانانی که قدرت مثلا تحصیل، پول پرداخت تحصیلشان ندارن، قدرت به اصطلاح ازدواج ندارن، راه های متعددی در راه خدا میتونید که شما زکات مالتان به اصطلاح بپردازید. یا به تعبیر دیگر بعضی از دانشمندا به نظرن که برای بنای مسجد، مثلا چون مسجد از جمله کارهایی است که در راه خدا به اصطلاح ساخته میشه، به خاطر عبادت ساخته میشه، خب اینجا دو تا دیدگاه وجود داره. یک عده از علما معاصر به این نظرن که اگر مسجدی که ضرورت داشته باشه 100% کسی نباشه، او را تنبیل بکنه بسازه و در کنارش مردم به وشد ضرورت دارن، میتوانن بخش از زکات رو تخصیص بدید به خاطر آبادیش. اما قول راجح تر همون است که به اصطلاح برای مسجد مصرف نمیکنن زکات، چون حق برای فقرا و مساکین و مستضعفین است. و هشتم برای کسایی که مثلا در راه سفر بند ماندن و ابن السبیل مسافر است، شاید در خانهش ثروتمند بوده یا در شهر و در کشور و در دیارش پول داشت، ولی امروز در سفرم آمده بند مانده در جایی وسط را محتاج شده، برای زی جواز داره که شما زکات بدهید. این 8 گروه را خداوند در قرآن بیان کرده که از این جمله اینا 3 گروه اینا شاید امروز مثلا در دسترس نباشه. یکی عاملین زکات، چون امروز دولت زکات را به شکل رسمی جمع نمیکنه. دوم مثلا مؤلفه قلوب، ما امروز قدر فقیر و محتاج در کشورهای اسلامی داریم که نیازی به غیر مسلمان نیست. و سومش به اصطلاح و فرقاب یا عمو برده و کنیز و کسایی که به خاطر آزادی خود میخواستن به اصطلاح زکات بگیرن تا خودشان را آزاد بسازن. ولی در غیر ازی دیگه افراد وجود داره و همچنان در احادیث افراد دیگری ذکر شده که به اونا دادن زکات جواز داره. این سوال بسیار خواهرها و برادرای ما پرسان میکنه که آیا آدم میتونه مثلا زکات خود را برای برادرش، برای خواهرش، مثلا برادرزادهش، خواهرزادهش، یا برای دامادش، برای خسور، برای خشویش زکات خود را بده؟ اگر در صورتی که برادر و خواهر شما مستقلانه زندگی میکند و در کنار او فقیر و محتاج است، بنان مشکلی نداره، شما میتونید به او زکات بدید. اولا که بهتر است که چرا از اصل مالتان برای خواهر و برادرتان همکاری نمیکنید تا چی جایی که شما به او زکات بدید. انسان باید این درک و احساس داشته باشه از اصل مال خود برای برادر برای خواهرت همکاری بکن، چرا باید به او زکات بدید. عیانا اگر کسی میخواد زکاتش هم به اونا بده، اگر در صورتی که جداگانه مستقلانه زندگی میکنند، با شما در زندگی مشترک نیستن و در کنارش فقیر هستن، محتاج هستن، ضرورت دارن، بله زکات به اونا جواز داره. عین قضیه برادرزاده، خواهرزاده،
حتی مثلا خانم میتونه برای شوهرش، شوهرش برشکست شده یا معتاد شده، قرضدار و پریشان است، خانم ثروتمند است، میتونه زکاتش برای به اصطلاح شوهرش بده، مشکلی وجود نداره. و عین قضیه مثلا برای اقربای نزدیک شما زکاتتان برای او دو ثواب داره. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که شما اگر زکات مال خود را برای یک کسی که با شما قرابت خویشاوندی داره برای او زکات مالتان را میدهید، اگر در صورتی که محتاج است، فقیر است، دو تا اجر میبرید. یکی اجری است که صله رحمی را بجا کردید و دیگر اجری است که به اصطلاح زما اجر و پاداش زکات برخوردار میشه. بنابراین برای این افراد دادن زکات جواز داره. و یکی دیگر نکته دیگر هم که قابل تذکر است، امروز مراکزی تعلیمی دینی ما هم ضرورت دارن، مراکز دعوتی ما ضرورت دارن، مراکز قرآنی ما ضرورت دارن. کسی به اصطلاح میتونه زکات مال خود بخشه بر اونها تخصیص بده، مشکلی وجود نداره. و اما برای چی کسانی زکات درست نیست دادنش؟ برای پدر، برای مادر، برای پدر کلان، برای مادر کلان، هر چی بالا بره. و این قضیه برای اولاد خودی، چه دختر باشه چه پسر باشه، برای نواسهای زکات درست نیست. چرا زکات درست نیست؟ به خاطر اینه که ما مسئولیت داریم که باید نفقه و مصارف اینها را بپردازیم. تو باید چرا زکاتت برای پدر و مادرت بدی؟ تو مسئولیت و مأموریت داری که باید مصارف مالیشان را تنبیل بدی. برای اولادت این قضیه، چرا باید زکاتت به اونها بدی؟ تو که توانایی داری باید به اونها همکاری بکنی. بر علاوه اینه که نفقه زنها به گردن لازمی ضروری است، باید برای اونها مصارفشان را بپردازی. بولهاس جواز نداره که انسان زکات خود را برای به اصطلاح پدر و مادر و پدر کلان و مادر کلان و مثلا برای اولاد و برای نواسی خودش زکات خود را بده. این درست نیست. و عین قضیه شوهر برای خانمش، برعکس قضیه اول، خانم برای شوهر میتونه زکاتش بده ولی شوهر برای خانمش نمیتونه زکات بده. به خاطر اینه میتواند که نفقه و مصارف خانم بالای شوهر واجب و لازمی ضرور است که بعد شوهر بپردازد مصارف خانمش. بنابراین درست نیست که زکاتش برای خانمش بپردازد. بنابراین اینها افرادی هستند، این قضیه مثلا کسانی که از خاندان سادات هستند. ما در حدیث داریم که رسول الله صلی الله علیه وسلم زکات نمی گرفتن، چون تقریبا یک نقص است، یعنی یک کمبودی بود در خاندان نبوت. فردا بر آخره مردم بگفتی که والله پیامبر شما زکات خور است و به اصطلاح از زکات مال مردم استفاده میکند. هرگز هدیه را قبول میکرد اما زکات را قبول نمیکرد. شما افرادی که خود را منسوب به خاندان سید و سادات میکنید، بالاخره نباید زکات بگیرید. کوشش کنید که ما آبرو به عزت و شخصیت خانواده را حفظ بکنید. الا یک حالت استثنایی که بعضی از علما میگن اگر خیلی پریشان و محتاج است که به اصطلاح دیگه اجرایی وجود نداره و بحثش جدا هست. و همچنان برای افرادی که به اصطلاح مستحق زکات نیستن، نباید زکات بگیرن و نباید برای اونها زکات داده بشه. یک کسی که مثلا روزگارش خوب است، چرا باید زکات بگیره و چرا باید به او زکات داده بشه؟ این زکات که حق فقیر و مسکین و مستضعف و بیچاره است، حق اونها رو نباید ضایع بکنید. بنابراین اینها افرادی بود که برای اینها زکات دادن جواز داشت و افرادی که نباید برای اونها زکات داده شود.